بر شما بینندگان و همراهان برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. در این برنامه با شما خواهم بود با گفتگوی هفته و موضوع ورود پول‌های کثیف به فرایند انتخابات در ایران، چرایی و پیامدهای آن در فضای سیاسی کشور را به بحث می‌گذارم با مهمانم مهندس حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی. در ادامه نیز بهنام امینی، خبرنگار ما در ترکیه، با من و شما خواهد بود با مروری بر آخرین تحولات این کشور و منطقه. با ما همراه باشید. اولین بار عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت روحانی، از رابطه پولهای کثیف و انتخابات سخن گفت و نسبت به ورود این پولها به حوزه سیاست و قدرت هشدار داد. اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی، و مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری، نیز پس از آن از تلاش عده‌ای برای پیروزی در انتخابات سال 94 به کمک این پولها سخن گفتند. با این حال منتقدان دولت روحانی از جمله برخی نمایندگان اصولگرای مجلس ادعای ورود پولهای کثیف به فرایند انتخابات را رد کرده و آنها را متهم به تشویش اذهان عمومی می کنند. اینها همه بعد از افشای نامه محمدرضا رحیمی در ماجرای پرداخت پول به نامزدهای نمایندگی مجلس مطرح شده. در جمهوری اسلامی قانونی برای شفاف سازی تأمین و هزینه کردن منابع انتخاباتی وجود ندارد، اما حالا موضوع شفاف شدن منابع مالی تبلیغات انتخاباتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده و در حال تصویب است. وزیر دادگستری گفته قوانین انتخاباتی باید در این زمینه شفاف و دقیق شود. اما ورود پولهای کثیف به چرخه سیاست و قدرت در ایران چقدر جدی است؟ آیا این وضعیت پیش از این نیز در صحنه سیاسی ایران سابقه داشته یا نه؟ با توجه به اینکه عمده نهادهای اقتصادی و مالی در ایران در اختیار حلقه‌های اصلی قدرت قرار دارند، چه نهادی مسئول ورود پولهای کثیف به عرصه انتخابات است؟ این سوالات رو با مهمانم مهندس حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی، در میان می‌گذارم. درود بر شما و بسیار خوش آمدید به برنامه. سلام خدمت شما و سلام خدمت همه بینندگان عزیز شما. آقای شریعت‌مداری، بحث ورود منابع مالی غیر شفاف به حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی که نخستین بار از سوی وزیر کشور دولت آقای روحانی مطرح شد، پیش از این چندان در عرصه عمومی به صورت شفاف مطرح نشده بود. این بحث چقدر جدی است و چرا الان مطرح میشه؟ بله، شاید دوتا عامل باعث شده که این روزها این بحث حساس‌تر بشه، وگرنه پول همیشه نقش مهمی در انتخابات جمهوری اسلامی بازی میکرده و خرید و فروش آرا حداقل چیزی بسیار رایج بود و این چیز جدیدی در صحنه انتخابات ایران نیست. اون دو عاملی که باعث شده، یکی اینه که هر روز فاصله بلوک‌های قدرت در جمهوری اسلامی و جنگی که بر سر داشتن سهم شیر در مجلس و پارلمان و قدرت سیاسی دارند با همدیگر بیشتر میشه، و دوم اینکه پول‌ها هر روز بادآورده‌تر میشه و حجم پول در دست این بلوک‌ها و در دست افرادی که در صحنه اقتصاد فعال هستند بیشتر میشه. تا کنون جمهوری اسلامی توانسته که از مرکزیتی با در که در رأس اون نهاد رهبری و آقای خامنه‌ای قرار داره و مهندسی کردن انتخابات به وسیله سپاه در سالهای اخیر انتخابات رو کنترل کنه، حال به تدریج این احساس به دستشون میاد که پول خود عامل بزرگی میشه که ممکنه این کنترل رو از دست کسانی که میخواهند انتخابات رو مهندسی بکنن در بیاره و عوامل دیگری در اون دخالت کنه، و به این دلیل نگرانن. در طول مصاحبه خواهم گفت که این قضیه چگونه داره شکل میشه.
آقای مهندس، اشاره کردید که این موضوع پیش از این هم در ایران سابقه داشته. آیا مشخصا میشه اشاره کرد که این استفاده از پولهای غیرشفاف در انتخابات توسط گروههای سیاسی شناسنامه دار یا شناخته شده سیاسی در عرصه سیاسی ایران انجام میشه، یا توسط کسانی که معمولا سابقه سیاسی ندارن و با استفاده از این پولها وارد جریانات و گروههای سیاسی میخوان بشن؟ نه، ببینید، دو تا قضیه، چون هنوز نه آدرس به خصوصی داده شده و از این اطلاعاتی که میگن رمزگشایی شده و نه اینکه قانون انتخابات جدید رو به تفصیل بیرون دادن، نمیتوانیم به یقین بگوییم که منظورشون از این پولهای کثیف و سازوکاری که خواهد داشت چیست، ولی میتوان با توجه به قرائن گمانه‌زنی هایی کرد. یک زمینه تحلیل در متن قانون جدید انتخابات هست و یک زمینه تحلیل در متن این چالش سیاسی که بین بلوک های قدرت در جمهوری اسلامی. ابتدا از بلوک های قدرت شد. پول باداورده ای در جناح جبهه پایداری و طرفداران آقای احمدی نژاد هست و دولت به شدت نگران هست که با مصرف این پول در حوزه‌های مختلف انتخابات دوباره بتواند جناح احمدی نژاد سهم قابل توجهی از نمایندگان رو در انتخابات پیش روی مجلس که در ماه اسفند سال جاری برقرار خواهد شد از آن خودش بکند، و بنابراین از هم اکنون یک نوعی دلواپسی و افشاگری در این باره در بین جناح‌های نظام به چشم می‌خوره. عده‌ای رو افشا می‌کنن و عده‌ای از نمایندگان مجلس دفاع می‌کنن و می‌گویند اگر درست می‌گید مصادیقش رو بگید، و به هر صورت این بحث درگیره و این بحث دائما شدیدتر خواهد شد تا آستانه انتخاب. مسئله دوم که شاید استراتژیک‌تر هست، جنگ قدرت فعلی برای انتخابات آینده نیست. قانون جدید انتخابات طوری تعبیه شده که در حقیقت هر شخصی در یک استان باید رأی به دست بیاره و رأی‌های استانی چه شمرده خواهد شد. به این ترتیب افراد احتیاج به چندین برابر بودجه قبلی برای انتخاب شدن دارند، برای اینکه هر شخص در قانون انتخابات قبلی از ده، شهر یا شهرستان خودش کاندید میشد و بنابراین کافی بود که در حدود جمعیت حوزه انتخابیه خودش بودجه برآورد کنه و اون رو مصرف کنه. حال باید این بودجه در سطح یک استان باشه، تشکیلاتش باید در سطح یک استان باشه، سفرهاش باید در سطح یک استان باشه و تبلیغاتش باید در سطح یک استان باشه. و این تمهیدی است که نظام اندیشیده تا افرادی را که به او وصل نیستند و نخواهند توانست تمکن مالی داشته باشند از حوزه انتخابات حذف بکنه، و اگر احیانا افراد کمی پیدا شدند که از خودی ها نبودند و چنین تمکن مالی داشتند، اونها را هم به اتهام اینکه پول کثیف دارند یا پولهای قانونی دارند، چون آقای پور محمدی گفته که حتی پولهای قانونی که نظام انتخابات رو مختل کنه باید شفاف بشه و باید جلوشو گرفت. میخواهند این افراد رو از این کار محروم. حال دلواپسیشون این هست که بلوک‌های پولدار فراوانی در جمهوری اسلامی پیدا شده و افراد منفرد پولداری با ثروت‌های بادآورده هستند. اینها به خاطر منافع خودشون ممکنه لابی کنند، افرادی رو نامزد کنن، پول بدن، انتخاب کنن و کنترل مهندسی انتخابات از دست اینا در بره. و در حقیقت در یک دید استراتژیک هم این پول ها کنترل از دست نظام در می. به عبارت دیگر، تا کنون این قدرت سیاسی بود که روی ثروت اثر میگذاشت و نمایندگان رو انتخاب میکرد، و بعد از این ممکنه ایران به جایی بره که این ثروت ها باشند که لابی کنند، پول خرج کنند، نماینده انتخاب کنند و اونها رو به مجلس بفرستن و اوضاع برعکس بشه، و این باعث نگرانی حاکمان شد.
آقای مهندس، من میخوام اشاره کنم به صحبت‌های مؤید حسینی صدر نماینده خوی که گفته که در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته که فساد آنقدر زیاد شده که دیگر نیاز به تجسس ندارد و موضوع نگران کننده اینه که این موارد و کسانی که پشت این فسادها هستند خودشان سراغ ما میآیند و نشان میدن که میخوان وارد عرصه سیاسی شوند. اگر تعدادی از این افراد وارد مجلس بعدی بشن، من از الان به شما میگویم وضع مملکت از دوره احمدی نژاد هم بدتر میشود. این اظهار نظر جالب دقیقا نشون میده که نگرانیشون از چی است و شما هم اشاره کردید که نگرانی اینا از مهندسی انتخابات در دورهای بعدی هستش. آیا این پولها بیشتر در کانونهای وابسته به قدرت در ایران متمرکز نیست و این نگرانی عمیقا اساسا چه معنایی میتونه داشته باشه زمانی که پولها در دست خودشون هست؟ نه خیر، ببینید این پولها همه در دست خودشون نیست. نهادهایی هستن که منافع مختلفی دارن، مثلا منافع دولت، سپاه، باندهای امنیتی، نهاد رهبری، روحانیت، آستان قدس رضوی و همچنین صنعتگران بزرگ یا قاچاقچی ها یا نمیدانم تجار بزرگ، همه با هم دیگه فرق. هم در سطح فردی ادهی ممکنه بخوان افرادی رو در مجلس داشته باشن و هم در بلوچه های قدرت و این پول ها گسترده است. و چون قانون انتخابات طوری شده که احتیاج به پول بزرگی برای انتخاب شدن وجود داره، بنابراین لاجرم کسانی که جاه طلبی کاندید شدن و انتخاب شدن رو دارن دیگر با اتکا به ثروت شخصی این کار رو نمیتونن بکنن. باید به یکی از این کانونهای ثروت و قدرت وصل بشن و این برخلاف تمهیدی است که در تنظیم قانون انتخابات جدید، هرچند که هنوز بیرون نیامده ولی در اون حدی که اطلاع داریم هست، و اون این بوده که اینها چون احتیاج پیدا خواهند کرد به یک مرکز یعنی به رهبر مراجعه کنند و به نهاد رهبری و نه اینکه بقیه جناح‌ها بتوانند در اونها یا بقیه اشخاص بتوانند در اونها اعمال نفوذ بکنند. آیا مشخص هست که عزم میخوام صحبتتون رو قطع میکنم در ایران که هزینه های انتخاباتی نامزدها کلا چه فرایندی رو از ابتدا تا انتها طی میکنه؟ بله، ببینید یک کس برای اینکه در سطح یک استان انتخاب بشه ابتدا باید در همه شهرها و دههای اون استان دفتر داشته باشه. این دفتر باید اعضایی داشته باشه. باید پوستر چاپ بکنه و در سطح استان پراکنده بکنه. باید ویدیوها و وسایل تبلیغاتی رو این بر اون بر بفرسته. باید مسافرت‌های فراوانی بکنه و تیم‌هایی داشته باشه که از طرفش مسافرت کنند و این چهره رو همه جا معرفی کنند طوری که بر رقباش پیروز بشه. معمولاً در انتخابات‌های قبلی در شهرهای متوسط چیزی بیش از 500 میلیون تومان هزینه یک کاندید بود برای اینکه انتخاب بشه. حالا این کار به چندین و چند برابر اون ارتقا پیدا خواهد کرد، برای اینکه دیگه مسئله تبلیغات در یک شهر یا در یک حوزه کوچک انتخابی نیست، بلکه در سطح یک استان بزرگ مانند خراسان یا آذربایجان یا کردستان معلومه که این کار بودجه بسیار وسیعی. آقای رحمانی فضلی وزیر کشور بر ضرورت بسته شدن دریچه ورود پولهای کثیف به انتخابات و سیاست تاکید کردن و نسبت بهش هشدار دادن، اما آیا مشخص هست که ایشون چه گروهی رو مخاطب قرار دادن و اصولا به چه جریانی اشاره میکنن؟ ظاهرا بدون اینکه 100% رمزگشایی کرده باشه و مصادیق رو گفته باشه، ظاهرا طرف خطاب همه اینها همون هاییست که آقای رحیمی اونها رو نمایندگی میکرد، یاران آقای احمدی نژاد و شاید هم جبهه پایداریست و دولت آقای روحانی به شدت از این میترسه که با توجه به رکودی که در اقتصاد مملکت جاریست و با توجه به نارضایتی اقتصادی که در مردم وجود داره، آقای احمدی نژاد و تیمش با پول قوی وارد انتخابات بشن و با صرف پول و وعده و وعید و پوپولیسمی که آقای احمدی نژاد داشته کرسی‌های زیادی رو در انتخابات آینده از آن
یاران او بکنن و در حقیقت آقای روحانی که بسیار چشم به این تفوق پارلمانی دوخته و میخواهد اگر در مذاکرات اتمی پیروزی به دست آورد این پیروزی رو خرج انتخابات بکنه و بیشترین سهم رو در مجلس آینده به دست بیاره، خیلی میترسه که این پولها باعث بشن که این تفوق رو از دست بده و از هم اکنون نگرانی ها اظهار میشه. به گمان من هدف گروه احمدی نژاده، هرچند که به قطعیت نمیشه گفت. برخی بر این باورند که بحث ورود منابع غیر شفاف مالی در مقطع قانونی یک حرکت سیاسی برای اثرگذاری بر فضای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و خبرگان است. با این تحلیل چقدر موافقید؟ بله، ببینید اصولا در آستانه انتخابات به علت بازتر شدن فضای سیاسی و به علت افزایش تنش‌های موجود، این دو عاملی است که بحث ها رو داغتر میکنه و داغتر شدن بحث ها تنور انتخابات رو داغ میکنه و مردم رو تحریک میکنه که در انتخابات شرکت کنند. یعنی یکی از راه ها این هست که گروهی مردم رو از یک چیز بدتری میترسونند و به مردم چنین القا میکنند که اونها رو انتخاب کنند تا اون سناریوی بدتر که در پشت در ایستاده است نتواند به مجلس راه پیدا کنه. این دفعه هم مسلما چنین بازی خواهد شد، ولی هنوز این اول کاره و بازی های مختلفی خواهیم داشت. مهم این است که اگر این حکومت واقعا قصد شفاف سازی پول های انتخاباتی رو داشت، بدون وجود احزاب متشکل و بدون وجود داشتن سهمیه مالی برای انتخابات به نسبت آرایی که احزاب میارن، سالمسازی صحنه مالی در انتخابات تقریبا کار غیر ممکنی است و از هر راهی که برن مواجه با اشکال خواهند شد. اینها به قدری از تشکیل احزاب رسمی میترسند که حاضرند هر شعبده بازی بکنند، ولی به این قاعده خیلی آسان دموکراسی که تشکیل احزاب علنی به رسمیت شناخته شدن اونها و به رسمیت شناخته شدن بودجه انتخاباتی اونها تن در ندن. با این حساب شما معتقدید بیش از آن که این طرح این بحث نشان از اراده و موضع‌گیری در برابر این مسئله هست، این موضوع بیشتر در راستای یک پروژه سیاسی تعریف میشه؟ بله، تا قانون جدید انتخابات در نیاد به یقین نمیتونم بگم چنینه، چون ممکن است که تغییراتی پیدا کنه، مثلا شورای نگهبان مخالفت کنه، دوباره برگرده، دوباره تغییر پیدا کنه و حدس هایی که الان میزنیم اینطور نشه. ولی تا کنون اخباری که رسیده حداقل در این زمینه که نمایندگان باید از استانها خودشون رو کاندید بکنن و در سطح استان رأی بیارن، خب حداقل تحلیلی که میشه داشت اینه که هزینه کاندید شدن برای هر شخص چندین و چند برابر دوران قبل هست. این کار از عهده اشخاص دیگه بر نمیاد، احزابی هم وجود ندارن که بودجه این کار رو تامین کنن. لاجرم اینها باید به سمت قدرتمندان مالی و سیاسی برن، یعنی خود نظام با قانون انتخابات جدید کاندیداها رو سوق میده به اینکه به سمت این پولهایی که اسم اونها رو پولهای کثیف گذاشته و در حقیقت پولهای سرگردان و ناشناسی است که کنترلش برای حکومت سخته، به اون سمت برن. تحلیل دیگری هم که در این زمینه ارائه میشه اینه که جریان جدیدی در فضای سیاسی ایران در حال شکلگیری هست و چهره های جدیدی اصولا میخوان از طریق غیرقانونی و ناسالم وارد صحنه انتخابات بشن و نقش آفرینی کنند. با این تحلیل چقدر موافقید؟ اصولا این مسئله بی‌معنی است. یعنی چه؟ یعنی مردم حق ندارن کاندید بشن چون چهره جدیدن یا چهره ناشناسن یا نقش آفرینی میکنن. خود این دغدغه نشان میدهد که حکومت از اینکه افرادی رو که نمیتونه کنترل کنه از حلقه شورای نگهبان بگذرن و انتخاب بشن دغدغه اون رو داره و از اون میترسه. یعنی با وجود کنترل بزرگ شورای نگهبان، از ورود افرادی که از این فیلتر بگذرن هنوز هم بیم داره. این سوال از اساس غلطه، برای اینکه این حق طبیعی مردمه که کاندید بشن، حق طبیعی مردمه که به این کاندیداها رأی بدن و اینها انتخاب بشن.
و اینکه اینها یا ناشناسند یا شناس هستند، پول دارند یا بی پولند، در محدوده قوانین انتخاباتی نقشی رو بازی نمی‌کنند. آقای پور محمدی اخیراً گفته که باید قوانین انتخاباتی در این زمینه شفاف و مشخص بشه. انتظار ایشون دقیقاً چیه و آیا مشخص هست که چه مرجعی باید به این مسئله رسیدگی کنه؟ آیا منظور تدوین و تصویب قانون جدید هست؟ ببینید، اصولاً در همه کشورها یکی از دغدغه‌های مهم ناظرین بر انتخابات این هست که شستشوی پولی در حین انتخابات انجام نگیره، یعنی باندهای قاچاق، باندهای جنایتکار، کسانی که پول ناسالم دارند نتوانند از طریق چرخه انتخابات به دو هدف برسند. یکی اینه که پولهاشون رو در حقیقت بشویند و دیگر یک نماینده از خودشون در مجلس بنشانند تا به نفع اونها لابی بکنند. مثلا به عنوان مثال در ایتالیا شما میبینید سالهاست بحث بر سر اینه که لابی مافیا یا لابی برلوسکونی به عنوان بزرگترین امپراتور رسانه ها میتواند یک عامل تعیین کننده در سیاست ایتالیا باشه و نمایندگان مجلس رو انتخاب کنه. شما در آلمان میبینید که آقای حزب CDU و آقای کول بر سر این مسئله که پولی را از دلالان قاچاق اسلحه گرفته بودند و صرف انتخابات کرده بودند و اون رو گزارش نکرده بودند بسیار ضربه دیدند و آقای کل در حقیقت نام خودش رو بر سر این کار گذاشت. همه جای دنیا این دغدغه ها وجود داره، ولی تازه این در زمینه ایست که احزاب وجود دارند، باید شفاف باشند، قوانین شفافه و با این وجود پیش میاد. حالا چه برسه در ایرانی که حزب وجود نداره، افراد به صفت شخصی اسپانسر پیدا میکنن، این اسپانسرها از هر گروهی میتواند باشد، هیچ قانونی وجود نداره که این پولها باید گزارش داده بشه، قانونی هم وجود نداره که چگونه باید پیگیری بشه و چه پولی ممنوعه، چه پولی مجازه، تا کجا مجازه، تا کجا ممنوعه و چگونه باید صرف بشه. وقتی همه اینها مبهمه، معلومه که این همه ثروت بادآورده نفتی که امروز گم شده و در صحن اجتماع معلوم نیست از چی به کیست، بالاخره سر از اعمال نفوذ در سیاست و قدرت سیاسی در خواهد آورد، حداقل بخشی از اون چنین خواهد کرد و این همون چیزی است که این نظام از اون میترسه و درست است که به نفع اجتماع هم نخواهد بود، ولی نظام هم دغدغه فراوان داره برای اینکه کنترل خودش رو بر مجلس آینده از دست خواهد. مثال هایی که شما زدید در مورد کشورهای مختلف نشون میده که این مسئله منحصر به ایران نیست و در کشورهای دیگه هم کم و بیش وجود داره. اما به طور مشخص در جمهوری اسلامی آیا معلوم هست که چه نهادی باید در این زمینه پاسخگو باشه؟ بله، معمولا وزارت کشور عامل برگزار کننده انتخابات و مأمور تضمین سلامت انتخابات است. منتها وزارت کشوری که خود متهم است در دوره انتخابات آقای احمدی نژاد آرا رو توش دست برده و آرا آقای موسوی رو نخونده و تا کنون هم این اتهام رو نتوانسته است به نحو شفافی پاسخ بگه، معلوم نیست که چگونه میخواد مرجع رسیدگی به تقلبات دیگران بشه و مردم قانع بشن که این انتخابات سالمه. در هر انتخاباتی داور نهایی قضاوت مردمه و در نهایت این احساس عمومی مردم است که میگوید آیا انتخاباتی سالم بوده یا نه. چند انتخابات پشت سر هم جمهوری اسلامی هیچ قضاوت مثبتی از سوی مردم نداشته و مردم همیشه در شک بودن و بنابراین معلوم نیست که این بار هم وزارت کشور بتواند به این وظیفه خودش عمل کند. با توجه به اینکه اکثر نهادهای قدرتمند اقتصادی و مالی در ایران به مراکز قدرت وصل هستند، اصولا ادعای ورود پولهای کثیف به انتخابات اصولا چه معنایی میتونه داشته باشه؟ من فکر میکنم پول کثیف اسم مستعاری یا اسم اشاره‌ای به پولهایی است که کنترل اون در دست مهندسین انتخابات نیست. یعنی کسانی که میخواهند انتخابات رو مهندسی کنند،
سناریو بسازن، مرد و چند تنور انتخابات رو داغ کنن، بد و بدتری بسازن و بعد را در مقابل بدتر قرار بدن و مردم به او رأی بدن، میترسن که کار برعکس بشه و اسم پولهایی که این چنین صرف میشه اسمشو پول کثیف گذاشتن. حجم پولهایی که در انتخابات صرف خواهد شد اگر قانون انتخابات جدید تصویب بشه و عملی بشه به قدری زیاد هست که همه اونها پولهای حاصل از جنایتهای سازمان یافته و قاچاق نخواهد بود. بیشتر اونها رانتهای دولتی خواهند بود و ثروتهای بادآورده‌ای خواهد بود که خب اغلب به قول شما در دست صاحبان قدرته، ولی صاحبان قدرت منافعشون در یک جهت نیست و هر کدام میخواهند که سهم بیشتری در مجلس داشته باشند و همین باعث اختلاف میشه. من میخوام به نقش مجلس هم یه اشاره داشته باشم تو این فرصت کوتاهی که داریم. آقای رحمانی فضلی خواستار همکاری مجلس با وزارت کشور برای مبارزه با ورود پولهای کثیف به انتخابات شدند. مجلسی که 170 نمایندش متهم هستند که از آقای رحیمی با واسطه آقای جابر عبدالی پول گرفتن، چگونه میتونه با دولت در این زمینه همکاری کنه؟ و اصولا مجلس در این زمینه چه اقدامات مشخصی میتونه انجام بده؟ من فکر میکنم که مجلس هیچ اقدامی نه تنها نخواهد کرد، بلکه علاوه بر این 170 تن گروه های دیگر هم که چنین پولی نگرفتند از باندهای دیگه ممکنه پولهای گرفتن و پرونده اونا هم در دست این 170 تنه. همین که تا کنون هیچ بحث جدی در این مورد در مجلس صورت نگرفته و هیچ کمیسیونی برای تحقیق تشکیل نشده در مقابل افتضاحی چنین علنی که آقای رحیمی علناً 170 نفر رو متهم به پول گرفتن کرده، قاعدتاً باید در روز نخست یک کمیسیون تحقیق تشکیل میشد، باید اعلام جرم میشد یا علیه رحیمی یا علیه نمایندگانی که پول گرفتن و به قضیه رسیدگی میشد. هیچ کدام از اینها نشده و هیچ حساسیتی رو هم در مجلس سبب نشده، به استثناء اینکه آقای زاکانی گفته که شما کلی حرف میزنید و با مصادیق حرف نمیزنید، خواهش میکنم مصادیق رو ذکر کنید، و لابد میداند که کسی جرأت ذکر مصادیق رو نداره برای اینکه مصادیق به قدری وسیعن که اون وقت همه نظام تحت سوال خواهند رفت. بنابراین مهندس من میخواستم راجع به پیامدهای ورود پولهای کثیف به عرصه سیاست و فرآیند انتخابات هم اشاره‌ای داشته باشید. بله، بنابراین من فکر میکنم که مجلس هیچ همکاری نخواهد کرد و اگر قوانین به صورت فعلی عملی بشن، یعنی این قوانین جدید، مسلما هیچ کسی با ثروت شخصی نخواهد توانست وارد مجلس آینده بشه و در مجلس آینده هر کدام از اینها اگر به سخن بیان میتوانند رد پای اسپانسرها و کسانی رو که به اونها پول دادن تا وارد مجلس بشن نمایان کنند و مسلما این خطر برای حکومت وجود داره که همه اینها از مرکزهایی که اونها اندیشیدن نباشه و در حقیقت فراکسیونهای تشکیل بشه که خارج از کنترل رسمی حکومت و نهاد رهبری باشه و شکل بگیره. پرسش بعدی که مطرح است، با توجه به اینکه بخش بزرگی از قاچاق و گردش پولهای کثیف توسط نهادهای قدرتمند صورت میگیره، با این وضع آیا میتوان به مبارزه با چنین مسائلی در ایران امیدوار بود؟ ببینید، قاچاق در مملکت یعنی چی؟ قاچاق یعنی در حقیقت این که یک نیروی متشکل سازمان یافته حکومتی وجود داره که اسکله های غیرقانونی رو در اختیار داره، اینو همه میدانن، زیر کنترل حکومت نیست، از اونجا انواع جنس ها از جمله قاچاق مواد مخدر رو میاره و در مملکت پخش میکنه. وقتی فقط بیش از 5 تن مصرف مواد مخدر تهران هست، یک نیروی امنیتی که چند برگ اعلامیه یا یک پیام رو در فیسبوک میتواند ردیابی کنه و توقیف کنه، چگونه نمیتواند کسانی رو که 5 تن مواد مخدر فقط در پایتخت پخش میکنند اینها رو ردیابی و شناسایی کنه و منبع اینها رو بخوش کنه؟ اینها بخشی از حکومت هستند، پاره ای از خودی ها هستند و امتیازاتی است که سالهاست نصیب اونها شده و بدون اینکه اصولا
این حکومت فلسفه وجودیش تغییر بکنه و اصولا نگاه دولت مردان به امر سیاست تغییر بکنه و بدون اینکه حکومت قانون و دموکراسی و احزاب آزاد برقرار بشن چنین مبارزه هایی در هیچ جا مقرون به موفقیت نبوده، در ایران هم نخواهد شد. بسیار سپاسگزارم از شرکت شما در برنامه. مهندس حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی که از هامبورگ آلمان با ما همراه بودند. خواهش می‌کنم. در این قسمت از برنامه سری می‌زنیم به بهنام امینی، خبرنگار ما در ترکیه، که از آخرین تحولات این کشور و منطقه می‌گوید. به فاصله چند روز دفتر دو حزب سیاسی منتقد دولت در ترکیه مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. ابتدا دفتر مرکزی حزب کردی دموکراتیک خلق در آنکارا و سپس دفتر حزب حرکت ملی در استانبول شاهد یک حمله مسلحانه بود که البته هیچ کدام از این حملات خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشت. هر دو این احزاب از احزاب منتقد دولت محسوب میشن. در مورد کردها باید گفت که برای نخستین بار اونها امید دارن به صورت حزبی وارد پارلمان ترکیه بشن. کردها در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ترکیه هم حضور داشتن، اگرچه بختی در این باره نداشتن، اما تجربه بزرگی این حضور برای اونها در عرصه سیاسی ترکیه محسوب میشه. همینطور حزب حرکت ملی هم که در واقع اردوگاه ملی گرایان ترکیه هستش، اگرچه بخت زیادی در انتخابات آتی برای شکست حزب حاکم عدالت و توسعه نداره، اما بسیار امیدواره با کسب هرچه بیشتر کرسی های پارلمان سیاست های آینده دولت رو مهار بکنه. اما در عرصه رویدادهای منطقه، همزمان با 100مین سالگرد کشتار ارامنه در حکومت عثمانی، تنش لفظی میان مقامات سیاسی ترکیه، ارمنستان و برخی کشورهای اروپایی بالا گرفته. اگرچه این هفته احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه به پیروی از آقای اردوغان به بازماندگان این حادثه تسلیت گفته بود، اما میدونیم وقتی نخستین بار آقای اردوغان بابت این موضوع از نوادگان حادثه سال 1915 پوزش خواست، ارمنستان تنها اظهار تأسف رو کافی ندانست و خواستار پذیرش رسمی مسئله نسل کشی شده بود. در همین ارتباط هم باید اشاره بکنم این هفته قطعنامه پارلمان اتریش و همبستگی احزاب این کشور با کشته شدگان سال 1915 باعث شد تا ترکیه سفیر خودش رو از اتریش فرا بخونه. حتی در روزهای گذشته خبرهای منتشر شده بود مبنی بر اینکه باراک اوباما رئیس جمهور امریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قصد دارند در سخنرانی روز 24 آوریل روز جمعه از واژه نسل کشی استفاده بکنند. اما آقای اردوغان روز چهارشنبه در این رابطه گفته بود که حقیقتاً میل ندارم این کلمه رو از زبان رئیس جمهور امریکا بشنوم. در این سو هم باید اشاره بکنم ترکیه در این هفته در تدارک برگزاری جشن 100مین سالگرد نبرد چانکقله بود، نبردی که طی اون ارتش عثمانی در جریان جنگ جهانی اول بر نیروهای متفقین که قصد تصرف استانبول رو داشتن پیروز شده بود. ترکیه به منظور هرچه باشکوه تر برگزار کردن این جشن، مقامات سیاسی 100 کشور جهان رو به این مراسم دعوت کرد. از ایران هم سرتیپ حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی در این مراسم حضور داشت. همینطور فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق به دعوت آقای اردوغان جهت حضور در این مراسم به ترکیه آمد. البته باید اشاره بکنم سفر این هفته رئیس جمهور عراق به ترکیه زمینه ساز گفتگوهای دیگه از جمله مسائل منطقه‌ای و تجاری نیز بود که از این منظر نیز این سفر دارای اهمیت خاص خودش هستش. بسیار سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید.
تا درودی دیگر، بدرود.